ادامه گفتار اول، فصل اول، زیستشناسی دوازدهم، تلاش برای کشف ساختار مولکولی DNA. در ویدیو قبل گفتیم که مولکول DNA یک پلیمر هست و به واحدهای سازنده این پلیمر نوکلئوتید گفته میشه. هر نوکلئوتید خودش از قند، فسفات و یک نوع باز عالی به وجود اومده و از اونجایی که نوکلئوتیدهای شرکت کننده در ساختار DNA فقط از لحاظ باز عالی با هم متفاوتن، میتونیم بگیم که در ساختار DNA 4 نوع نوکلئوتید داریم. در ابتدا فکر میکردن که مقدار این نوکلئوتیدها در یک مولکول DNA با هم برابره، یعنی مثلا اگه یک قطعه DNA داشته باشیم که 1000 تا نوکلئوتید داره، 250 تاش نوکلئوتید سیتوزین داره، 250 تا گوانین دار، 250 تا تیمین دار و 250 تا هم آدنین دار. تا اینکه دانشمندی به اسم چارگاف چیز دیگه ای رو گفت. ایشون اومدن روی DNA گونه های مختلف کار کردن که توی کتابتون توی جدول 3 تا از این گونه ها رو مثال زده. انسان، مگس، سرکه و ذرت، و مقدار نوکلئوتیدهای DNA این گونه ها رو اندازه گیری کرد و این عدد ها به وجود اومد. اگه دقت کنید میبینید که توی همه این گونه ها مقدار نوکلئوتیدهای آدنیندار و تیمیندار به هم نزدیکه، سیتوزیندار و گوانیندار هم به هم نزدیکه. ایشون فقط تونست این نتیجه رو بگیره که در یک مولکول DNA نوکلئوتیدهای آدنیندار مساوی نوکلئوتیدهای تیمیندار و نوکلئوتیدهای سیتوزیندار هم مساوی نوکلئوتیدهای گوانیندار هست. از دیگر دانشمندانی که تلاش کردند در مورد ساختار DNA اطلاعاتی رو کسب کنن، خانم فرانکلین و آقای ویلکینز بودن که روش کارشون به این صورت بود که ابتدا DNA رو به صورت بلور در می آوردن، بعد با تابوندن اشعه X به این بلور طبق این تصویر و سایه DNA حالت مارپیچی داره، بیش از یک رشته داره، ولی اینکه آیا دو رشته داره یا سه رشته داره اونو مشخص نکردن و تونستن ابعاد مولکول‌های شرکت کننده در ساختار DNA رو هم اندازه گیری کنن. تا اینکه دو تا دانشمند به اسم واتسون و گریک با استفاده از یافته‌های دانشمندان قبل از خودشون و نتایج کارهای خودشون مدل مولکولی نردبان مارپیچ DNA رو ساختن و حاصل کارشون نشون داد که مولکول DNA دو رشته‌ای هست، حالت مارپیچی داره و دلیل اینکه آدنین با تیمین برابره و سیتوزین با گوانین هم برابره اینه که مولکول DNA دو رشته است و هر تعداد نوکلئوتید تیمین دار که روی یک رشته داشته باشیم به همون مقدار هم روی رشته بعدی مولکول آدنین دار داریم. اینجا این دوتا دانشمند رو با مدلی که ساختن میبینید، مثلا اینجا این قند پنج کربن کاملا مشخصه، تو این تصویر هم این قسمت هایی که به رنگ قرمز میبینید مولکول فسفات هست. گفتیم که اسم این مدل رو گذاشتن مدل نردبانی. توی ویدیوی قبل گفتم که توی دو رشته مولکول DNA میتونیم اون قسمت هایی که داره قند و فسفات هست به صورت نرده در نظر بگیریم. پله های این نردبون هم در اصل بازهای عالی هستن که با پیوندهای هیدروژنی به هم متصل میشن. بازهای عالی آدنین و تیمین، سیتوزین و گوانین وقتی که به هم نزدیک میشن ساختارشون طوریه که بینشون پیوند هیدروژنی به وجود میاد. بین سیتوزین و گوانین 3 پیوند هیدروژنی، بین آدنین و تیمین 2 پیوند هیدروژنی. پیوند هیدروژنی به تنهایی پیوند قوی نیست، ولی وقتی مقدارش توی مولکول DNA زیاده باعث میشه که یک مولکول پایدار باشه و این دو رشته در کنار هم قرار بگیرن و همونطور که گفتم انگار این نردبون حول یک محور فرضی پیچ خورده است. تو این تصویر هم من تصویر DNA حلقوی باکتری ها رو براتون گذاشتم که همطور که میبینید توی باکتری ها هم با این که مولکول DNA شون حلقویه ولی اون پیچخوردگی وجود داره. دلیل پایداری مولکول DNA چیه؟ توضیح بدم که این تصویر ساختار بازهای عالی هست،
ببینید بازهای عالی آدنین و تیمین عناصرشون طوریه که وقتی اینا به هم نزدیک میشن بینشون دو پیوند هیدروژنی به وجود میاد و عناصر تشکیل دهنده سیتوزین و گوانین هم به صورتیه که بینشون سه پیوند هیدروژنی به وجود میاد. از اونجایی که طبق قانون بازهای مکمل همیشه روبروی یک باز عالی تک حلقه یک باز عالی دو حلقه وجود داره، دو تا نرده این نردبون دی ان ای فاصله شون با هم مساوی هست. طبق این تصویر میبینید که نردبون دارای دو تا نرده موازیه، توی دو تا خط موازی هم تو هر قسمتی فاصله با هم مساوی هست، به خاطر اینکه در کل این مولکول روبروی یک باز عالی تک حلقه ای یک باز عالی دو حلقه ای وجود داره، یعنی فاصله بین دو تا نرده ها همیشه سه تا مولکول حلقوی وجود داره و این میشه که مولکول دی ان ای نرده هاش با هم موازی هست و این نصب خودش باعث پایداری مولکول دی ان ای میشه. و یه نکته مهم این که ببینید من اینجا یک توالی دی ان ای رسم کردم. ترتیب قرارگیری نوکلئوتید ها رو توی مولکول دی ان ای بهش میگن توالی. این توالی توی موجودات زنده مختلف با هم متفاوته. رشته دوم که رشته مکمل این رشته هست دیگه نمیتونه هر نوکلئوتیدی در خودش داشته باشه. طبق قانون بازهای مکمل رشته دوم اولین نوکلئوتیدش باید مکمل اولین نوکلئوتید این رشته باشه، پس به این ترتیب باید اینجا آدنین داشته باشه، بعد گوانین، سیتوزین، تیمین و تا آخر. پس یکی از رشته ها توالیش هر چی که هست میتونه باشه، ولی رشته دوم توالیش تابعی از رشته اول هست بر طبق قانون بازهای مکمل. بعد کتابتون اومده ژن رو تعریف کرده که در آینده بیشتر در موردش خواهیم خوند، فعلا این تعریف رو داشته باشیم. بخشی از مولکول دی ان ای هست هر ژن که دارای اطلاعات یک آر ان ای و یا یک رشته پلی‌پپتیده، یعنی دی ان ای اطلاعات مربوط به این دو ماده رو داره و همینطور ما انواعی از نوکلئوتیدها رو داریم که من توی تدریس قبل ATP رو بهتون معرفی کردم. سه نوع نوکلئوتید دیگه هم داریم که من اینجا نوشتم که در فصل‌های آینده کامل در موردشون میخونید. فقط ببینید که این سه ماده دیگه که حامل الکترون هم بهشون میگیم ساختار نوکلئوتیدی دارن. انواع RNA که در آینده کامل در موردشون میخونیم، فعلا همینقدر بدونید که به فرض اگه این یک مولکول دی ان ای باشه و تو این قسمت ما اطلاعات مربوط به یک پروتئین رو داشته باشیم، وقتی از روی این دی ان ای رونویسی بشه به آر ان ای که از روی یک ژن حاوی اطلاعات یک پروتئین رونویسی میشه میگن ام آر ان ای. این ام آر ان ای در اصل اطلاعات یک رشته پلی‌پپتیدی رو از دی ان ای رونویسی میکنه و میبره به محلی که قرار اون پروتئین یا اون پلی‌پپتید ساخته بشه. فرض کنیم این قسمت دی ان ای هم اطلاعات مربوط به یک آر ان ای رو داره. آر ان ای هست که در ساختار ریبوزوم شرکت میکنه. ریبوزوم ها از آر ان ای و پروتئین تشکیل شدن. به RNA که در ساختار ریبوزوم شرکت میکنه میگن rRNA. این rRNA بعد از این که از روی DNA رونویسی شد میره و در ساختار ریبوزوم شرکت میکنه و بعد اگه این قسمت DNA هم به فرض اطلاعات tRNA رو داشته باشه، این tRNA توی سلول به این شکل در میاد. حالا وظیفه این RNA ها چیه؟ rRNA رو که گفتم در ساختار ریبوزوم شرکت میکنه، البته یک وظیفه دیگه هم داره که توی فصل بعد میخونی. mRNA هم که اطلاعات پلی‌پپتید رو آورده، mRNA میره اون قسمتی که ریبوزوم ها هست، اینجا این رشته فرضاً یک mRNA هست که اطلاعات رو داره به ریبوزوم میده و ریبوزوم اون اطلاعات رو میخونه و بر اساس اطلاعات آمینو اسیدهایی که tRNA براش آورده رو کنار هم قرار میده و یک رشته پلی‌پپتید به وجود میاره. پس وظیفه tRNA هایی که در سیتوپلاسم هستن اینه که آمینو اسید ها رو بیاره به محلی که ریبوزوم وجود داره و با کمک اطلاعات mRNA داره پروتئین ساخته میشه تا این آمینو اسید ها بر اساس فرمولی که mRNA آورده
به هم متصل بشن و رشته پلی‌پپتیدی رو به وجود بیارن. امیدوارم از این مبحث هم استفاده کرده باشین.